بهار 1300 رضاخان یا سردار سپه آن روزها رویای ایران نوین را در سر می پروراند. اداره کل موزیک در ارتش نوین تأسیس شد و به دستور او غلامرضا مینباشیان یا سالار معزز به ریاست آن گماشته شد. به تبع اداره کل موزیک ارتش نوین هم بیشتر هدفش را در موسیقی نظامی دنبال می کرد. رویداد مهم دیگری هم در زمستان 1302 نقطه عطفی در تاریخ موسیقی ایران شد، زمانی که کلونل علی نقی وزیری آگهی افتتاح مدرسه موسیقی را در یکی از روزنامه ها منتشر کرد. 4 سال خورده به اروپا رفت از 1918 و در فرانسه و مدت هم در آلمان به تحصیل موسیقی پرداخت. وقتی برگشت کارهای خیلی مهم و مؤثری کرد در زمینه نفوذ موسیقی غربی در ایران، محترم کردن موسیقی در ایران. کاری که آقای وزیری کرد که مبنای آموزش رسمی موسیقی شد، ایجاد مدرسه موسیقی بود. یک روش تدوین شده آموزشی بر مبنای یک اصولی و به طور جامع که شامل تاریخ موسیقی، تئوری موسیقی، اصول موسیقی، علم موسیقی، تمام اینها رو در بر بگیره. ما مکتبی برای موضوع نداشتیم. این رو بانیش آقای وزیری بود که مدرسه ایجاد کرد. همزمان کلاس‌های دیگری هم دایر شده بود، مثل کلاس حاج علی اکبرخان شهنازی پسر آقا حسین قلی. 4 مضراب ابو عطا اثر استاد علی اکبرخان شهنازی. سبک نوازندگی استاد، سبک ردیف نواختنشون، سبک در واقع به صورت کلی آهنگسازی ایشون با ردیف نوازی و یا آهنگسازی اساتید دیگه بسیار متفاوت هست. در این سبک بسیار شکوه، عظمت، جلال، آنچه که برازنده موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران بوده وجود داره. جان کلامان که بهار موسیقی ایران شکوفا شده بود. بهترین گواهان دوره و چه بسا تمامی دورانها هم اثری است که مرتضی نیداوود از شاگردان برجسته درویش خان خلق کرد. تصنیفی که به قول شاعر از هر زبان که بشنوی نامکرر است. ظلم ظالم جور سیاد آشیانم داد برباد، ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تا فرج بالفکن،
BBC.